در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای داود قیومی، دیپلمات اسبق که از طریق خط اسکایپ از کانادا با ما وصل هستن. قیومی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. امیدواری های در رابطه به بهتر سازی روابط میان کابل و اسلام آباد با تغییر خوردن حکومت در پاکستان وجود داره. چقدر واقعا در صحنه عمل میتونیم امیدوار باشیم که با این تحول سیاسی روابط دو کشور میتونه بهتر شود؟ بسیار تشکر زیاد. سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. خب البته با شکل گیری حکومت جدید در پاکستان یک فرصتی جدید ایجاد میشه که در واقع یک سیاستی جدید مطابق به شرایط منطقه و کشورهای جهان در نظر بگیرن، مخصوصا به افغانستان. اما ما فکر میکنم آنچه که بسیار مهم و تعیین کننده است، اما اهداف سنتی و درازمدت پاکستان است در مورد افغانستان و منطقه که او تعیین کننده است در مسئله ایجاد رابطه بین کشور افغانستان و پاکستان. باورها در داخل به این است که به دلیل مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی که در پاکستان حاکم است و همچنان نگرانی های امنیتی که کشور داره، نمیتونه که همون سیاست عمق استراتژیک را که خودش تعریف میکنه در قبال افغانستان تعقیب بکنه و در این شرایط افغانستان دست بالاتر داره. آیا واقعا با این حال و با مشکلاتی که پاکستان تجربه میکنه میتونیم امیدوار به این باشیم که حداقل سیاست مغرضانه ای که با باور بسیاری ها در قبال افغانستان تعقیب میشد دیگر نشه؟ خب ببینین، بحثی که چقدر پاکستان هنوزم روی سیاست های استراتژیک و سنتی را که در گذشته دنبال میکرد هنوزم به او باور داره، خب طبیعتاً به بخش زیادی از او اهداف استراتژیکش پاکستان دست یافته. خب مطمئناً او نگرانی هایی را که در گذشته از افغانستان داشت، مخصوصاً تقابلی که بین پاکستان و حکومت های گذشته افغانستان بود، تا حدود نگرانی ها رفع شده. خب طبیعتاً از شرایط جدید در افغانستان پاکستانی ها استقبال کردند در جریان دو سال به این طرف. اما روی هم رفته مسئله جدیدی که بین پاکستان و حکومت دیفکتوی طالبا ایجاد شده، مسئله حضور TTP در افغانستان است که یک موضوعی پس از 2021 است، مخصوصا پس از سقوط حکومت پیشین. من فکر میکنم که ممکن است این مسئله یکی از اجندای سیاست خارجی پاکستان باشه. ممکن است که در ارتباط با فعالیتی گروه های مثل TTP بین طالبا و بین حکومت جدید بحث و گفتگو و صورت بگیره. در صورتی که طالبا اون نگرانی های را که پاکستانی ها دارن مرفوع بسازن، احتمالاتی وجود داره که یک تحولی در رابطه دو کشور رخ بده. اما هر نوع تغییر در تغییر سیاست خارجی پاکستان به برداشت ما بستگی داره به مسئله TTP که اونا بارها نگرانیشان با طالبان. در کنار مسائل عمده امنیتی و مخصوصا چیزی که شما اشاره کردین، مبحث حضور طالبان پاکستانی در افغانستان به ضمن پاکستان یا ادامه حملاتشان از افغانستان به این کشور، یک مورد پرسر و صدای دیگر هم این روزها وجود داره که پس خط فرضی دیورند است. مقامات حکومتی در داخل افغانستان به این باور هستند که این خط یک خط فرضی است و نمیتونیم بر از او رسمیت بتیم. بارها تکرار شده، حتی امروز هم در کنار این خط در ولسوالی علی شیر ولایت خوست یک درگیری بین نظامیان افغان و پاکستانی رخ داده. آیا فکر میکنین که این موضوع هم بتونه تغییرات عمده ای را در سیاست خارجی دو کشور به میان بیاره؟ خب بحث خط دوران خب یک مسئله بسیار پیچیده و بحث بسیار تاریخی است که خب دیدگاه های متفاوتی نسبت به این مسئله بین دو کشور وجود داره. پاکستان یا هنوز هم او سیاستی که در گذشته دنبال میکردن که این خط یک خطی است که مرز بین دو کشور را مشخص میکنه، روی او پافشاری دارن. اما طرف طالبا در واقع خط فرضی تلقی میکنن. ما فکر میکنم امکانات حل مسئله نیاز به زمان داره، اما هر نوع تغییر که قبلا هم اشاره کردم در ارتباط با سیاست خارجی حکومت شریف بستگی به اکثر خواستایی را که داره
در جریان 2 سال با طالبا شریک ساختن، اونا میتونه که یک مقدمه باشه در تغییر سیاست و ایجاد یک رابطه گرمتر بین دو طرف. درسته. یک مورد کوتاه دیگر هم از شما میخوایم داشته باشم چون فرصت اندک است. جدیدن حکومت سرپرست در افغانستان با تغییر سیاسی و اعلام حکومت تازه در پاکستان از این کشور خواسته که یک انعطاف در قبال سیاست اخراج مهاجرین افغان هم داشته باشه. آیا فکر میکنین که حداقل به عنوان گامهای بهترسازی روابط میان دو کشور پاکستان تصمیمش را در قسمت اخراج مهاجران افغان تغییر بده؟ سیاست اخراج مهاجرین افغان تا حدود زیادی بخشی از سیاست فشار است که عمدتا در یک سال به طرف از طرف پاکستانیا مخصوصا روی دست گرفته شده. خب طبیعتا انتظارات می رفت ممکن است حکومت جدید که فعلا سر کار آمده اینا سیاست نسبت به این سیاست تا حدودی یک شرایط جدیدی را در نظر بگیرن و این فشار را محدود بسازن. اما به نظر میرسه که هنوزم مسئله فشار بالای مهاجرین یک اولویت است. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم آقای قیومی از این که در بحث با ما بودین.